درد مشترک خیلی هست که نمیتونن یه خروجی درست حسابی از نرم افزار پریمیر بگیرن. سلام، خوش اومدیم به موویلان. من حسینم، میخوام آخرین قسمت از آموزش مقدماتی نرم افزار پریمیر رو با هم ببینیم. این قسمت درباره خروجی گرفتنه و اینکه چجوری کاری که کردیم رو به یک فایل تبدیل کنیم و دیگه خیالمون راحت بشه ازش. خروجی گرفتن یا اکسپورت کردن کار خیلی ساده ایه اما خیلی هم مهمه. یعنی چی؟ یعنی ما فایلمون رو تبدیل کنیم به فایل ویدیویی یا صوتی. چجوری؟ ببینید، من الان اولین فریم و اولین ثانیه و اولین لحظه فیلمم خب با یک تصویر شروع میشه. کنترل A رو میزنم، تمام کارهای من انتخاب میشه، تمام لایه ها و اینا. یه ذره میارم عقب، یعنی یه ذره فاصله میدم بین ابتدای فیلم و اون. میخوام فیلم من خیلی کوتاه باشه، میخوام مثلا 5 ثانیه باشه، چیکار باید بکنم؟ روی مثلا این لایه ببر کلیک میکنم، دکمه X کیبورد رو که بزنم ببینید یک نماینگر این بالا ظاهر میشه. خب درسته؟ اینو من اگر بگیرم و اندازش رو اونقدی که میخوام تعیین کنم، مثلا من میخوام از اول فیلم من شروع شه، خب این قسمت هم قطعا خالیه و در فیلم من هم خالی خواهد بود و مثلا تا اینجا تموم شه. نکنید خیلی کوتاه ها، چند ثانیه بیشتر نیست. نکنید خب این قسمتی که انتخاب شد میشه فایلی که من میخوام خروجی بگیرم. حالا چجوری خروجی میگیرم ازش؟ کنترل M یا میام فایل اکسپورت مدیا که همون کنترل M در واقع میزنم، یک صفحه ای باز میشه که صفحه اکسپورت هست. ببینید توی این قسمت فرمتش رو تغییر میدم، توی این قسمت ابعاد و به اصطلاح رزولوشنش، و توی این قسمت اگر رو آدیو باشم صدا، تنظیمات صدا، الان صدا مثلا 320 کیلوبایت دیگه. توی ویدیو و و و و و اگر مچ سیکونس ستینگ رو بزنم با تنظیمات اولیه خود اون فیلمی که من اون دفعه بهتون گفتم بستگی داره به اینکه شما فیلم اولیتون چه جوری باشه، با همون فیلم مطابقت میده تصویر رو. حالا من نمیخوام این کار بکنه، میخوام بیام فرمت MP4 که فرمت رایجی هست رو بزنم و مثلا یه معقول، مثلا اندروید تبلت 1080p 25 فریم بر ثانیه. میبینید این رو میزنم، اوتپوت نیم رو که بزنم، اسمش رو و جایی که قرار باشه اون سیو بشه رو من انتخاب میکنم. اسمش رو مثلا میزنم کار. الان رو دسکتاپ. اکسپورت رو که بزنم یه فایل ویدیوییه 4-5-6 ثانیه ای برای من رو دسکتاپ ایجاد میکنه. من میام روی دسکتاپم، یا کنید کار، خب الان ایجاد شده. ببینید میکنید همون 4-5-6 ثانیه ای که گفتم دیگه. این شد یک کاری که من ازش خروجی گرفتم و یه کاری که تولید شد. امیدوارم که این مجموعه آموزشی به دردتون بخوره. فقط بچه ها من بگم که خلاقیت شما و به اصطلاح این که چقدر با نرم افزار ور برین، چقدر خودتون دستکاری کنین، چقدر به جاهای مختلفش آشنا بشید، این دیگه بستگی به علاقه خودتون داره و کاری که میخواییم بکنید. خیلی ممنونم که ویدیو ما رو تا تهش دیدید. اگر که فکر میکنید این ویدیو به درد کسی دیگه هم میخوره براش بفرستید. و این قسمت یکی از قسمت‌های آموزش مقدماتی نرم افزار پریمیر بود. 12 قسمت دیگه‌ش هم حتما ببینید اگر ندیدید، و اگه ما رو توی اینستاگرام می‌بینید حتما ما رو لایک کنید، دنبالمون کنید. اگر که توی یوتیوب ما رو تماشا می‌کنید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید. اگر که کامنت و نظری هم هست برای ما بفرستید و بگید که ما حتما ازش استفاده می‌کنیم تا بتونیم ویدیوهای بهتری برای شما بسازیم. مرسی، برید و کارهای خفن بسازید.